بریم سراغ مافیا. مفاهیم و اتفاقات مهم در بازی مافیا. بچه بازی مافیا رو اول من بپرسم، چون دوستانم از من پرسیدن کسی هستش که مافیا رو کلن بازی نکرده باشه تو این جمع، یا همه بازی کردن مافیا رو و قراره که اسکیلامون رو زیاد کنیم توش. مافیا رو همه تجربه کردین دیگه و فیلمو رو و اون شبکه سلامت دیگه پخش میشه دیدین، فضای کلیش رو میدون. اینا رو تونتون بریم جلو. بازی مافیا، مفاهیم و اتفاقات مهمی که توش داره. بازی مافیا از دو فاز اصلی شب و روز تشکیل شده. توی شب کار اصلی که اتفاق میفته اینه که مافیاها آدم میکشن، از شهروندا میکشن و اگر از سبکای پیشرفته‌تر مافیا باشه، ابیلیتی هایی دارن شهروندا و مافیاها، تو از ابیلیتی هاشون با نقش های مخفی که باید مخفی بمونه توی شب استفاده میکنن که همه چشم ها بسته است. و در فاز روز کار اصلی که انجام میشه صحبت، استدلال، شنیدن صحبت و منطق بقیه است و رأی گیری و نهایتاً تلاش برای اینکه مافیاها رو از بین جمعمون پیدا بکنیم و به بیرون بازی هدایت بکنیم. توی بازی رأی گیری داریم توی فاز روز، انتهای فاز روز رأی گیری انجام میشه. بعضی از سبک‌ها رأی گیریشون با چشمای باز، بعضی با چشمای بسته، جلوتر توضیح میدم، ولی در نهایت با رأی اکثریت کسایی که توی شهر مشغولن بازی در حقیقت توی فاز روزش به اتمام میرسه و یک نفر رو با رأی اکثریت از بازی میدن بیرون. شهروندا دارن تلاش میکنن که مافیاها رو بدن بیرون و مافیاها دارن تلاش میکنن که شهروندا رو بندازن به جون هم دیگه. از سر صحبت آغاز میشه و در همون جهت صحبت ها که جهت حرکت عقربای ساعت بود که ادامه پیدا میکنه، بنابراین نفر بعدی که من روش رأی خواهم گرفت برای شما قابل پیش بینی، رأی تأخیری با این توضیح اصلا پذیرفته نیست. لطفا از قبل حواستون به نفرات بعدی که قرارشون درگیری بشه باشه و به موقع همون اولی که بلند میشه و اسمشون نمیشه دستتون رو بالا بیارید و همون نگاه اول، من تعداد رأی‌های نگاه اول هم فقط میشمارم. و توی 24 نفری که بازی رو شروع کردیم با 11 رأی تو اول کسی وارد دفاعی میشه. بسیار دفاعیه. مفهوم بعدی توی بازی مافیا که کسی که بیشترین رأی رو توی روز میاره اصطلاحاً میگن به دفاعیه میره. فرصت داره برای اینکه یک بار دیگه حرف بزنه به عنوان آخرین بار، چون دارن با نظر اکثریت از بازی بیرونش میکنن، فرصت داره از خودش دفاع بکنه، توضیح بده، استدلال بیاره. فاز بسیار مهمیه، خودش یه کانتکست آموزشی میطلبه و احتمالاً یکی از سوالایی که تو ذهنتون اینه که ما رفتیم به دفاعیه چی بگیم. این سوال تقریبا مساوی اینه که تو مافیا چجوری چی بگیم، چجوری بازی بکنیم و اینا. همه اینا به هزاران تا فکت و استراتژی و اینا شما برمیگرده که حالا بعضیاشو آموزش هم میدیم. ولی تو دفاعی قاعدتا این که من بلند شم اول دفاعیم بگم من شهروندم، چیزیه که به درد نه خودمون میخوره نه هیچ کسی. من شهروندم و که شهروند و مافیا همه میگن. تو دفاعی خوب شهروندیتون رو اثبات بکنید. آقای مرتضی هستش مافیای بازی، خانم میتونه مافیای بازی باشه. بین دو دوست یک مافیا نشسته، شما امیدوارم روانکاوی نشده باشی، چون من نقش شما رو روز یک در بردم. من تو تیم مافیا بودم، شما شاپوش میکردم. من دونم دوستان دفاعشون رو شنیدیم، چون یک نفر داخل دفاعی هست. لطفا خواهش میکنم تا پایان شمارش من صبر بکنید، بعدا رایتون رو بالا بیارید و نگه دارید. کسانی که الان رقم دفاعی که از آقای علیرضا بنیادی شنیدن میخوان که ایشون رو به بیرون بازی هدایت کنن، بعد از شمارش لطفا دست بالا. یک دو سه نگه دارید همه ببینیم. هشت تا رأی آوردن، براشون کار ترکت آخر میکشم. شلیک نهایی، تشویقشون کنید. دوستان تو بازی جاسوس یادتونه تمرین کردیم که سوال خوب بپرسیم و جواب خوب بدیم که خودمون رو به بقیه اثبات کنیم، مثبت بودنمون و جاسوس نبودنمون رو. اینجام توی دفاعی باید همچین کاری بکنیم. توی جاسوس خیلی پیش نیومد این قضیه بین ما، ولی بعضی موقعا توی بازی‌های جاسوس اینجوریه که جواب دادنا هم یه سری آدمای خیلی حرفه‌ای هستن، یه جوری جواب رو میدن به سواله که محکم‌تر می‌کنن که آقا من موضوع رو میدونم. مثلا میگه توپ یا مثلا چه میدونم توپ یا تفنگ، بعد میگه توپ و اصلا توپ و هیجان و مثلا فلان و اینا، بکشی زیر توپ یه چیزی که همچنان تابلو نکنه، ولی یه جوری جوابشو میده. همون انتخاب دو گزینه ایشم یه توضیح کوچولو سرش میذاره، یا مثلا خیلی سریع جواب میده. با سریع جواب دادنش میگه من به موضوع اشراف دارم، فکر نمیکنه. به یکی میگه توپ یا تفنگ، یه ذره فکر میکنه، میگه توپ. دو حالت داره، یا حواسش به بازی نیست یا اینکه نه جاسوسه، فکر نداشت تو موضوع ورزشگاه، واقعا فکر نداشت توپ یا تفنگ.
بنابراین با زود جواب دادنش هم داره سفید میکنه. تو دفاعیه شما با زبان بدنتون، با نوع حرف زدنتون، با احتمالاً بیخیال نبودنتون دارین سعی میکنین نشون بدین شهروندین. کسی که بلند میشه میگه آقا من بازیتون باشه، میخوام منو بزنین بیرون، همتون به من رأی دادید، باشه من میرم بیرون، میفهمید. بله تو بری بیرون میفهمیم، ولی الان وقت گفتن این حرف نیست، همون رفتی بیرون ما میفهمیم. الان زودتر تلاش کن، اگه واقعا شهروند هستی یه چیزی بگو به دردمون بخوره و ما بتونیم به تو اعتماد کنیم. ما داریم همون اشتباه میکنیم، با ما قهر نکن. ما شهروندیم، ناآگاهیم، یه سری هم بینمون مافیا هم دارن تو رو پوش میکنن برن بیرون. اونا مافیا که هیچی، دارن کارشون انجام میدن. ولی من شهروند اگه به تو رأی ام دادم، وقت قهر کردن و تسویه حساب و اینا نیست. باید تلاش از تو ببینم، همین که دست و پا زدن تو رو ببینم، ممکنه رأی من بخواد برای بار دوم و دیگه بهت رأی ندم، ببینم واقعا داری دغدغه‌مندانه دفاع میکنی. برای من دفاعی خودش فاز بسیار مهمیه تو بازی مافیا، که توی تجربه کردنهای متعدد یواش یواش به این میرسید که وقتی شهروندین چه جوری دفاع کنید، یا وقتی مافیا هستین چه جوری دفاع کنید. خیلی از بازیکن‌های مافیا هستن خیلی قویان و خیلی تو دفاع اومدن و خیلی از دفاع نشستن و بیرون نرفتن. با توجه به اسکیلای مهارتی که کسب کردن و دارن، مافیا باشن یا شهروند، اینقدر خوب صحبت میکنن، با شهر دیل میکنن و این کارا میکنن که تو دفاعی میشینن و تو بازی میمونن. اینا میره یه قسمتش هم تو اون کانتکس اقناع جمع و تکنیکاش رو آدم واقعا بلد باشه، بتونه آدما رو با خودش همراه بکنه. و من نمیپذیرم که بعضیا تو کاراکترشون این هست، بعضیا تو کاراکترشون این نیست. اون چیزایی که تو کاراکتر شما نیست تو بازی، یکی از اهدافمون که اون اول گفتیم تمرین اون کارهایی که بلد نیستم و میخوام کسبش بکنم. بنابراین من اگه خجالتی هم یه گوشه میشینم، باید بعد از اینکه 10 دفعه بازی مافیا کردم دیگه از اون به بعد بتونم خوب حرفمو بزنم و بقیه رو قانع بکنم. یه کسی هست ممکنه مثلا محمد رضا محسن، اصلا کلن اینجوریه که بلند میشن حرف میزنن، حرف زدنشون اعتماد برانگیزه، خوب حرف میزنه، اشراف داره، کاریزما داره اساسا، وقتی حرف میزنه مافیا هم که باشه بهش اعتماد میکنن. کسی که ندارم نگی که من که ندارم تو شخصیتم نیست، باید سعی بکنه با ابزاراش و بتونه تو دفاعی خوب از خودش دفاع کنه، این کارو بکنه. نوبت صحبت یا ترن من، ترن شما، تو ترن خودتون صحبت کنید و اینا، همون واژه انگلیسی نوبت صحبت. هر کسی تو بازی یک نوبت صحبت داره تو مافیا که اجباریه، همه باید حرف بزنن. چالش گرفتنه اجباری نیست، میتونه بخواد میتونه نخواد، ولی یه دور رو به همه فرصت مساوی داده میشه برای اینکه حرف بزنن. و کسی که از فرصت خودش استفاده نمیکنه، نکست میده بی دلیل یا کم استفاده میکنه، باز دوباره زن مافیایی روش هست که احتمالاً خیلی نتونسته با خودش جمع‌بندی کنه حرفاشو بزنه. این یه فکت مافیاییه، کسی نکس بده کم حرف باشه، کم حرفای بازی رو تا یه روزی میشود به عنوان اینکه من تازه اومدم تو جمع شما، من حالا خیلی دورهای بعدی یه ذره نگاه کنم ببینم چی اونا تحملش میکنن جمع. قاعدتاً نباید آدم کم حرف رو تحمل بکنه، هر کسی باید حسابی از ترن خودش استفاده کنه و صحبت کنه. چالش یا چالش فرصت اضافه تریه برای صحبت که توی مافیا اینجوری، هر کس تو نوبتش صحبت میکنه، ساعتگرد یه نفر نوبتشون میشه صحبت میکنن. تو صحبت هر کسی من اگر نوبتم نیست میتونم ازش چالش بگیرم، چالش بخوام با این علامت نشونش بدم و یه اضافه ای هم بتونم اضافه بر ترن خودم توی ترن ایشونم صحبت بکنم. علامتی که نشون میدیم هم این شکلیه، این علامت در حقیقت نشون دادن سی اول چالش با انگشتامونه، به خاطر این همچین چیزی رو گذاشتم. ما داریم چالش میگیریم، این سیه رو نشون میدیم، یعنی به من چالش بده. ببخشید اگه سوالم خیلی پیش پا افتاده است و اینا، سوالم اینه یه نفر که به یکی دیگه چالش میده از تایم ترن خودش کم میشه؟ نه نه اینطوری نیست، اضافه تره. آره از تایم خودش نمیده، اضافه تره. و چالش دادن یا ندادن به عهده کسیه که چالش میده. و اینکه تعیین کنه قبل از من صحبت کن یا بعد از من صحبت کنم به عهده کسی که ترن اوه، من دارم یه وقت اضافه ای تو ترن اون ازش میگیرم. و تو همین جا هم دوباره راجع به چالش هم میشود ساعت ها صحبت کرد، راجع به لم ها و چیزایی که تو مافیا وجود داره. بچه مافیا هر گوشش که دست بذاری میشه واسهش کارگاه برگزار کرد و کلاس آموزشی. مافیاها به شهروندها چالش بدهند یا ندهند، کسی که چالش نمیده مافیا یا شهرونده. ببین مافیاها قاعدتا تو بازی یکی از لما اینه، شما اگه مافیا هستین، شهروندی که یه تعدادی از شما مافیاها که همون میشناسین رو گرفته، باید قاعدتا بهش سخت چالش بدید همتون، چون میدونید بدید میکروفون رو دستش دوباره میاد شماها رو 4 تا فکت اضافه تر براتون میاره. بنابراین من مافیا با یه دلیلی که خیلی هم تابلو نشه که به اون که داره حرف میزنه نمیدم، مخصوصا و
بقیه بگن خب به اون نمیده پس لابود داره درست میگه، بولش نمیکنم، ولی مثلا خودمو میذارم به اون راه که ندیدم. واسه همین تو بازی مافیا اگه پیشرفته باشه میگم آقا گیر ندید به این که مثلا آقا من 2 ساعت دارم میذارم، هیچ کدوم من چرا قهر نکنید، چون اصلا این تم بازی، آره ما 2 ساعت به تو چالش دادیم، چرا دست منو نمیبینید؟ داریم میبینیم، به چالش نمیدیم، چون ما مافیاییم نمیخوام تو فعلا حرف بزنی، یا داریم تلاشمون رو میکنیم حد اکثر بندازیم عقب تر. من اگه چالشمو الان به یه شهروند خوب که مافیا هم ندم و بذارم از 2-3 نفر بعد از من موفق بشه چالش بگیره، صحبتی که همین الان به ذهنش رسید رو میذارم عقب، 2-3 نفرم بعد از من صحبت میکنن که اگه یارای منن یه همینا میزنن، اصلا ممکنه یادش بره. بنابراین یه لم و یه تکنیک خیلی خوب دارم میدم دستتون که چالش دادن و ندادن و به کی دادن و کی ندادن هم کاملا تو بازی تاثیر میذاره. شما هر اکتتون توی بازی مافیا باید حساب شده باشه. چالش حالا مثلا بعضی بالا میشن چالش آش تو مثلا بگو، شاید داره اداشو در میاره ولی اگه واقعا داره اینجوری میکنه این خوب بازی نمیکنه. خیلی مهمه من الان به اون چالش بدم یا به این بدم. خیلی مهمه که یه نفری که صحبت کرده از 2 نفر بعد خودش سری داره چالش میگیره، به اصطلاح مافیا بازا میگن چالشیشو چرا زود سوزوند، اینو به عنوان یه فکت مافیایی پیدا میکنن ازش، میگن کلی قاعدتا باید فکر میکرد که من اجازه بدم بچرخه و اینا، حرفای دیگه شاید یه حرف مهمتر پیش بیاد و من راجع به اون ابراز نظر کنم، فرصتمو سوزوندم دیگه، تا آخر این ترم دیگه هیچ حرفی نمیتونم بزنم، حرفمو زدم چالشم هم سوزوندم. بعضیا میگن چرا چالشتو زود سوزوندی و بی خود و بی جهت حرفای بی خودی گفتی، نوار خالی پر کردی، چه تو پت تحویل ما دادی، چرند و پرند مرحوم ده خدا رو گفتی. ما تو ایونت های خودمون میگیم چرت و پرت استفاده نکنید چون کلمه خوب نیست، چرند و پرند بگید، خیلی نخبگانی و اینا ایونت برگزار میکنه، سعی میکنیم که احترام و حفظ بشه. چرند و پرند گفتی و چالش گرفتی واسه چرند و پرندت، اگه تو ترنت چرند و پرند میگفتی حالا باز یه مقداری تحمل میکردیم، یه مقداری برای ما مافیا میشدی، ولی تو که چالش گرفتی و هیچی به بازی اضافه نکردی، شانس مافیا شدنت قاعدتا تو ذهن ما باید بره بالا. بنابراین اینم جزو چیزایی که تو چالش مهمه و فکت بهش سوار میشه. حرف زیاده، بریم دوباره تو اون لما و اینا، به بعضی از اینا دوباره برمیگردیم. اتهام زدن یا تارگت، تارگت دقیقاً لغتی که استفاده میکنم، میگم من به فلانی تارگت میزنم، تارگت های من اینو اینو این هستن. همه ی بازیکن ها چون در طول روز که صحبت میکنن دارن ادای شهروندی در میارن، تارگت میزنم یعنی تو مافیایی، حالا چه مافیا باشم چه شهروند باشم، کسی به کسی تارگت میزنه مساوی با اینکه دارم میگم تو مافیایی، و کسی از کسی اگر حمایت میکنه یا کاورش میکنه کاملا مساویه با اینه که شهرونده. حالا ممکنه من مافیام، یار مافیاییمو دارم کاور میکنم، ولی تو ذهن بقیه باید قاعدتا از معنای کلمه کاور کردن این بشینه که این یه کسی دیگه رو داره به عنوان شهروند کاور میکنه و ازش حمایت میکنه. اینا توی اتهام زدن و تارگت کاورام بسیار مهمه، اینا هم جزو اکتای خیلی مهم بازیه که فکتای زیادی روش سوار میشه. بریم جلوتر سعی میکنیم به اینا برسیم. باز دوباره برای تغییر ذائقه‌تون من یه تایتلی گذاشتم، مافیا رو خیلی هم جدی نگیر بازیه، یه ویدیو کوتاه با هم دیگه ببینیم، یه ویدیو کوتاه با هم ببینیم. شما نمیتونید چیزی ثابت کنید، واقعا کشت و بازی رو جدی نگیرید. خب گروه های مختلف در بازی مافیا، تجربه مافیا برای شهروند و مافیا دو تا تجربه کاملا متفاوته. این اولین جمله بود که من توی آموزشام برای بازیگرا توی فیلیمو تو اون شب‌های مافیا بهشون میگفتم که شما بسته به کارتی که دستتون میفته و کارت نقشتون دو تا بازی متفاوت رو فکر کنید دارید تجربه میکنید. اگر شهروند هستید مافیا همو میشناسن و شما تمام بازی براتون کشف اینه که کیا مافیان و روال بازیتون و موفقیتتون اینا همه تو این تعریف میشه. اگر مافیا هستید از اول بازی مافیا همو میشناسن، شهروندارم که غیر این غیر ما همه رو میشناسن، بنابراین این بازی که واسه شهروندا هست اصلا کلا بذار کنار، مافیاها دارن یه بازی دیگه انجام میدن، ما دو گروهیم که داریم با هم بازی میکنیم، ولی شهروندا دارن یه بازی میکنن، مافیا دارن اساسا یه بازی دیگه میکنن، چون اون چیزی که برای اونا سواله واسه اینا از اول جواب داده شده و حل و هیچ چی توش نیست. مافیاها کاری که دارن انجام میدن اینه که باید درو باشن، باید نقش بازی کنن، باید بلوف بزنن. لزوما برگردم به اون حرف اولم که دروغ میگن بازی ترویج دروغه و گفتم نیست بلوفه. یه صحبت خوبی رو یکی از دوستان ما همیشه میگفت، این برای من خیلی جالبه، همه جا میگم ببین مافیاها برای اینکه خوب بازی کنن لزوما لازم نیست حتی تو ترشون بلندشن دروغ بگن و برعکس بگن،
من اگه مافیای خوبی باشم اصلا قبل از اینکه بخوام برم سراغ این کارا حرف غلط‌های شهروندا رو من دارم میفهمم. میدونم این داره غلط میگه به اون یکی گیر میده، اون داره فلان میگه، این داره یه فکت واسه اون یکی میاره که جفت بشون شهروندن. بنابراین فکت غلط ها رو هم بگیرم استخدام کنم، همونا رو جمع بندی کنم، دوباره تحویل بدم. من هیچ دروغی به شما اضافه نگم، خودتون رو با خودتون مشغول کردم کاری که کارمه به عنوان مافیا و هیچی هم اضافه نکردم، همون خودتون رو باز دوباره آوردم به خودتون مشغول کردم با حرفایی که اشتباهی که خودتون میزنید. اشتباهات رو بگیره بولد بکنه هم کار خوبیه برای مافیا. لازم نیست مفهوم جدیدی خلق کنه تو بازی، یه گیر جدیدی به کسی بده، یه تارگت جدیدی بزنه که مثلا سعی بکنه اکت درستی داشته باشه. نه، تارگت ها از تا اونجا که چرخیده به من رسیده یه تارگت های اشتباهی زدن وجود داره، همونا رو بگیرم پررنگ کنم، کارمو کردم برای اینکه شهر رو بنزم به جون خود شهر. بنابراین مافیاها گروه دوم بازی هستن که دارن کاملا بازی متفاوتی رو تجربه میکنن. اونا توی شب چشاشون بازه و توی روز با ما شبیه به هم دیگه داریم بازی میکنیم. اما یه لمه دیگه ای که وجود داره اینه که شما اول صبحی که چشم باز میکنید، شهروندها از یک تاریکی مطلقی که هیچی راجبش نمیدونن اومدن و سر صحبتشون و ابتدای صحبتشون قاعدتا میچسبه به وقایع دیروز. تهش احتمالا راجع به یکی دوتا کشته شب و اینام که همه فهمیدیم با اعلام گرداننده صحبت میکنن، ولی قشنگ معلومه فیلم شهروندی پاز خورده، ادامه بعد از یه وقفه ای ادامه پیدا کرده، بلند میشه حرف میزنه، معلومه این تا دیروز داشت اینا رو میگفت، چسبیده به همون داوره شروع کرد بقیهش رو گفت. ولی مافیای خودش رو بکشه هم اتفاق نمیفته، چون بیدار بوده، دیده اینا این کارا رو کردن، به اون زدن، اون اینجوری کرده، اینجوری که از شب چون یه خبرایی داره تمام تلاشش رو میکنه که این نزنه بیرون، ولی احتمالا خیلی موقعا موفق نیست. بنابراین با دقت و داشتن این تو ذهنمون به صحبت‌های آدم‌ها، آدمایی که معلومه از یه دنیای غیر این که پاز بشه دوباره شروع بکنن اومدن و یه اتفاقای دیگه ای رو دیدن و فهمیدن و سنس کردن و نوع حرف زدنشون، حتی حالا دیگه بعضی دیگه در پایین‌ترین سطح این فکت‌ها مثلا میگن چشماش و اینا معلومه که مدت زیادی بسته بوده یا باز بوده، این خیلی سخت فهمیدنش، ولی از یه دنیای متفاوتی اومدنشون رو یه ذره میشه فهمید با توجه به تمام تلاشی که میکنن از روی این میشه مافیاها رو پیدا کرد. اینم یه فکت دیگه تو بازیه. به هر حال گروه شهروندان و گروه مافیاها بازیاشون تو مافیا کاملا با هم دیگه متفاوته و تو بعضی از سبک ها ما گروه سومی داریم به اسم مستقل ها که مستقل های بازی دارن یه کار دیگه ای میکنن و جزء این دو گروه نیستن، نه شهرن نه مافیا. ممکنه شب بلندشن یه کاری انجام بدن، ممکنه هم نکنن، ولی به صورت کلی مستقل ها اومدن که دشمن هر دوتا باشن و مافیا و شهروند بازیشون سخت شده، چون دیگه فقط رویارویی و نبرد دوتا گروه با هم دیگه نیست، انگار واقعا شده سه تا گروه. اگه مستقلا گروهی باشن که سه تا گروه کاملا دارن با هم دیگه رقابت میکنن، هر گروهی باید هر دو گروه دیگر رو بندازه بیرون. مستقلا تلاش میکنن اینا رو بندازن به جون همدیگه، از هر کدوم از اینا کمشه به نفع مستقله. مافیاها تلاش میکنن شهروندا رو به جون هم بندازن، اما نیم نگاهی هم به مستقلا دارن. مستقلا کیان؟ بعداً برای ما دردسر بشن، اونا هم دشمن ما هن، باید با اینا هم بجنگیم. تو مدلای مخالف بازی اگر شهروندا و مافیاها طبق اون چیزی که اول گفتم با هم مساوی بشن، باید مافیا برنده بازی باشه، ولی اگر مستقل تو بازی باشه، مساوی شدن عددشون با شهروندا فایده نداره، باید مستقلا رو از بازی بیرون کنن تا برنده باشن. بنابراین با هر دو گروه دارن میجنگن.